بهترین بازیکن ایران کیه؟ 4 تا از بهترین بازیکنان حال حاضر ایرانو با 4 تا از بهترین بازیکنان قدیم ایرانو دور هم جمع کردیم. از 3 چالش سخته، پنالتی، کاشته، برگردون عبور میکنن. اما جلوی مانوئل نویر و هر کسی که بتونه بیشترین امتیازو بگیره برنده میشه. سلام و درود خدا بر شما باد. داستان اینجوریه که ما این گردونه رو آوردیم و این گردونه رو میچرخونیم و هر بازیکنی که اسمش در بیاد، مثلا علی دایی 15 امتیاز از پنالتی، 30 امتیاز از کاشته و 45 امتیاز از برگردون، در مجموع 90 امتیاز. اما اگر زد و علی دایی نتونستش همه چالش رو انجام بده و به 90 امتیاز برسه، آخر سر یه شانس طلایی داره که اگر بتونه اون گل کنه 100 امتیاز میگیره و برنده این تورنمنت میشه. بعد میره سراغ اولین بازیکن، گردونه رو متخا میچرخونیم و منتظر اولین بازیکن میشینه، قدیم یا جدید. علی قلی زاده ضربه پنالتی اول مستر قلی زاده میخواد زده بشه سمت دروازه مانوئل نویر. من هیچ کاری نمیکنم، اصلا دست من نیست. 15 تا دست دادی آنجای کار قلی زاده صف گرفته، میره سراغ پنالتی دوم، خودش داره پنالتی میزنه. چون شما اعتراض کرده بودی من گفتم خودت پنالتی بزن، گرفت. آنجای کار مستر قلی زاده 10 امتیاز از دست داده و اگر که نتونه این هم گل بکنه هیچ امتیازی از پنالتی نمیگیره. تمام، قلی زاده از پنالتی 0 امتیاز. اولین ضربه مستر قلی زاده سمت دروازه مانوئل نویر قشنگ میزنه، گیت و تیر. آیا علی قلی زاده میتونه توپ طلای ایران رو برای خود بکنه؟ و اما کاشی آخر مستر قلی زاده به سمت دروازه مانوئل بگیر بالاخره گل میشه یا نه؟ توی دروازه قلی زاده از 30 امتیاز کاشته 10 امتیاز میگیره. خیلی خوب دوستان، میرسیم به بخش زیبای برگردون و بخش زیبای برگردون اینجوری که مستر قلی زاده واقعا نیاجه. ما بعد برگردون رو از دقیقا نقطه پنالتی تا فاصله اینجا، یعنی دقیقا از وسط اینجا ضربه برگردون رو به سمت دروازه بزنیم و هر کی گل بزنه هر سه تاشو 45 امتیاز میگیره. واسه مستر قلی زاده بالا میاره، حالا توپر میتونه برگردونش کنه توی دروازه. واسه بعدی برای قلی میاره بالا، برگردون بعدیش بیرون. واسه برای مستر قلی برگردون قلی، تمام. قلی زاده 25 امتیاز به دست میاره. بار دیگر گردونه رو میچرخونیم و به انتظار این میشینیم که بهترین بازیکن ایران رو پیدا کنیم. به به علی کریمی، اولین ضربه پنالتی علی کریمی به سمت دروازه که مانوئل نویر یعنی تیم سابق خود به توی دروازه. دانجای کار علی کریمی با اینکه خودش داره پنالتی رو میزنه یک گل زده 5 امتیاز هم گرفته. پنالتی بعدی علی آقا کریمی در میاره. وای 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 بزنیم بر بزنیم بر بزنیم بر گل میشه. اورکالا حرف منو گوش ندادی، به نتیجه رسید. از 15 امتیاز پنالتی علی کریمی 10 امتیاز میگیره. کاشته علی کریمی به سمت دروازه مانوئل نویر افسانه، ببینید که گل میشه این بار. ضربه بعدی علی کریمی به سمت دروازه مانوئل نویر توی دروازه. کاشته آخر علی کریمی ببینیم که میتونه 20 امتیاز از این مرحله به دست بیاره واسه خود یا نه. زیاد زدم. اوچیر از 30 امتیاز کاشته علی کریمی 10 امتیاز به دست میاره. علی آقا کریمی رو مشاهده میکنید داره میره سمت دروازه مانوئل. بابا نگاه جلو، بابا چه گرفتاری شدی ما دستین. واسه علی آقا کریمی میاره بالا، برگردون. واسه علی کریمی میاره بالا، برگردون. علی کریمی بیرون. آها، واسه علی کریمی میاره بالا، برگردون. علی آقا بیرون. علی کریمی از 90 امتیاز این چالش 20 امتیاز میگیره. میریم سراغ بازیکن بعدی. به همچنان کسی پیدا نشده که بتونه بالای 30-40 امتیاز به دست بیاره و اون فرق کسی نیست جز کریم باقری. اولین ضربه پنالتی آقای کریم باقری به سمت مانوئل نویر، ببینیم که رکورد علی کریمی رو میشکنه یا نه. توی چه گلی 5 امتیاز، 5 امتیاز اونجا کریم باقری گرفته و اگر بتونه 3 تا پنالتی رو گل کنه 15 امتیاز زده برابرده توی دروازه. بود و وکیلی ما این چالش پنالتی رو با مسی رفتیم، مسی هر سه تا رو ندونست به مانوئل نویر گل بزنه. ای خدا، کریم باقری از 15 امتیاز پنالتی مثل علی کریمی 10 امتیاز میگیره. اگر کریم باقری بتونه دو تا کاشته گل کنه رکورد همه رو شکسته. اولین کاشته کریم باقری به سمت دروازه مانوئل نویر، تیر دروازه. با دقت فرمان برای اسطوره‌های قشنگ کشورمون، ضربه بعدی کاشته تالا گل. علی کریمی زد دوستان. ضربه دوم کریم باقری، با علی کریمی زدیم، میگیم کریم باقری زده. ای ماشاءالله اینم گل زد. برو کلا آقا کریم. اونجا کار شد باورتون نشه ولی 20 امتیاز گرفته کریم باقری و اگر که بتونه حداقل 10 امتیاز دیگه بگیره از همه جلو افتاده. کریم باقری حالا گل. کریم باقری از 30 امتیاز کاشته 20 امتیاز میگیره. واسه کریم باقری، کریم باقری میاره رو بالا، برگردون هاشکی سوپا سایی زد. چالش از آسوم سخته و الان برگردون جز سخت ترین چالش هامون حساب میاد. حالا یه ذره توتر اگر امکان داره ممنون میشم. بزن برگردون هاچ کریم از 90 امتیاز چالش کریم باقری 30 امتیاز میگیره و رکورد همه رو میشکونه. و اینم بهتون میگم که هر کسی بتونه حداقل 20 امتیاز بگیره واسه شانس طلایی باز میشه، اما اگر کمتر از 20 امتیاز بگیره شانس طلایی از دست میره. بریم سراغ بازیکن بعدی تا ببینیم که از قدیم میافته یا جدید و میتونه رکورد کریم باقری رو بشکونه یا نه. یا ابد فضل مهدی طارمی. میرم سراغ اولین ضربه مهدی طارمی به سمت دروازه مانوئل نویر. تا اینجا کار مهدی طارمی 0 امتیاز گرفته. ببینیم که به رکورد کریم باقری که تونست 2 تا پنالتی گل کنه میرسه یا نه. بله، 5 امتیاز میگیره اینجا مهدی طارمی و ببینیم که باره ببین مانوئل نویر فکر کنم راستش مشکل داره.
مهدی طارمی همچون کریم باقری از این مرحله 10 امتیاز میگیره. حالا مهدی طارمی پشت تو مشاهده میکنه، میخواد اولین ضربه کاشتهشو به سمت دروازه ایمانوئل نویر بزنه. عالی هم خیلی بد میزنه. با دقت بیشتری به خرج بدیم برای کاشتهای مهدی طارمی، ان شاءالله که این تبدیل به گل بشه توی دروازه. کاشته آخر مهدی طارمی اگر که بتونه اینو تبدیل به گل بکنه با کریم باقری مساوی میشه، امتیاز 3 امتیاز میشه. ابوالفضل عباس نه درآورد. مهدی طارمی از 3 امتیاز کاشته 10 امتیاز میگیره. از من گفتم میار بالا مهدی طارمی برگردونه مهدی. پس برای مهدی طارمی بالا میاره برگردونه، بعدی شو میزنه طارمی تیر دروازه. اگر طارمی میتونه این برگردون رو تبدیل به گل بکنه، رکورد حاج کریم باقری رو شکونده و 35 امتیاز میشه. آها بزن بیرون. مهدی طارمی هم از 90 امتیاز 20 امتیاز به دست میاره. 4 تا بازیکن موندن. علی دایی آزمون، جهانبخش و خداداد عزیزی میچرخونیم و در انتظار علی دایی آزمون، جهانبخش و خداداد عزیزی میمونیم. کسلیس جونز، علیرضا، جهانبخش. اول ضربه پنالتی علیرضا جهانبخش سمت مانوئل نویر رو ببینم که ستاره میتونه گل کنه یا نه. بسم الله تو گل. آنجا کار جهانبخش صفر امتیاز گرفته، ببینیم که این کاشت پنالتی تبدیل به گل برک کرد. آنجا کار جهانبخش 5 امتیاز گرفته، شماره 7 تیم ملی ایران از 15 امتیاز پنالتی 5 امتیاز میگیره. علیرضا جهانبخش هم میچره تا آنجا کار خیلی بد کار کرده و فقط تونسته یه دونه پنالتی تبدیل به گل کنه که اونم 5 امتیاز واسش به ارمغان آورده. برو کلاشو به دروازه. پنالتی آخر علیرضا جهانبخش آنجا کار 15 امتیاز به دست آورد. اگر که بتونه اینم تبدیل به گل بکنه خیلی به نفعشه. تیر تا گل. نگاه کنید دوستان نگاه کنید، اینجا توپر خورد به زیر تاق، کاملا گل. از 30 امتیاز کاشته جهانبخش 20 امتیاز میگیره. در عین ناباوری علیرضا جهانبخش تونسته تا الان 25 امتیاز بگیره. من نمیدونم که چجوری این اتفاق افتاده، ولی افتاده. اصفهانی جهانبخش، جهانبخش بالا میاره توپو برگردونه. جهانبخش، اصفهانی جهانبخش بالا میاره توپو رو برگردونه، ولی جهانبخش وول. اونجای کار به نظرم جهانبخش از همشون بیش بهتر داره برگردون میزنه. جهانبخش از 90 امتیاز 25 امتیاز میگیره. و اما سه تا بازیکن بیشتر همون آزمون، خداداد عزیزی، ولی دایی. کسلیس جونز اسطوره فوتبال ایران علیه دایی. خیلی خوب، اولین ضربه پنالتی علیه دایی به باشگاه استاد خورد، یعنی باگر نمونی توی دروازه. 5 امتیاز تا اینجای کار علیه دایی به اسم خود ثبت کرده. این بر بزن دارم میگم علی آقا، این بر بزن. برای آخر علیه دایی ببینیم که میتونه به رکورد کریم باقری برسه. توری شد علی دایی از 15 امتیاز کاشته 10 امتیاز میگیره. اولین ضربه کاشته به سمت دروازه مانوئل نویر و باگر رمونی توسط علی دایی تیر دروازه. تمرکز توی دروازه برو کلا. ضربه آخر علی دایی به سمت دروازه مانوئل نویر، آیا گل میشه این توپ یا نمیشه؟ چه گلی زد. تا اینجای کار علی دایی 30 امتیاز گرفته. حالا چه برگردون علی دایی توپ بهش میرسه. علی دایی میره رو به بالا، برگردون اول علی دایی. بیار بالا آقای علی دایی برگردون. پس علی دایی بالا میاره برگردون دومش. علی دایی از 90 امتیاز 30 امتیاز میگیره. میمونه سردار آزمون و خداداد عزیزی. ببینیم که چه کسی در میاد و چه کسی میتونه رکورد همه رو بزنه. کسی نیست جز خداداد عزیزی. خداداد عزیزی پاشو قرار گرفته اول ضربه پنالتیش به سمت مانوئل نوگت برکل. یه سی به میگه رکورد همه رو میزنه. 5 امتیاز تا اینجای کار خداداد عزیزی گرفته. ضربه دومش به سمت دروازه مانوئل نوگت. وا بزن خداداد عزیزی، بزن شماره 11، منم 11 بزن تو گل. از 15 امتیاز پنالتی خداداد عزیزی 5 امتیاز میگیره. خداداد عزیزی با قدی زیبا پشت تو قرار گرفته. شماره 11 بزن بره. ضربه دوم خداداد عزیزی به سمت دروازه مانوئل نویر مستم تیر. سه تا تیر بزنه 5 امتیاز میدم خدا وکیلی. اون ضربه آخر خداداد عزیزی به سمت دروازه مانوئل نویر مستم تیر. گفتم سه تا تیر 5 امتیازه. از 3 امتیاز کاشته خداداد عزیزی 5 امتیاز بارفا. تا اینجا خداداد عزیزی 10 امتیاز گرفته. و اما اگر بتونه دو تا برگردون گل کنه 40 امتیاز میشه. یا اول پس بزن برگردونش کن. برگردون. نه برک. اگر خداداد عزیزی نتونه 20 امتیاز بگیره شانس صدایی از دست داده. عقب خداداد، من یه کار کنم امتیاز رو بگیری. بده بالا بزن برگردونو بیت و تیرک. متاسفانه خداداد عزیزی از 90 امتیاز 10 امتیاز گرفت. و اما بازیکن آخر سردار آزمون. برو بریم زبای اول سردار آزمون به سمت دروازه مانوئل نویر و توی دروازه. اینا سردار آزمون دست من بالا، خدایی دستم بالا. بزن آقای آزمون. آقای آزمون بزن بره تو گل. آقا بزن سمت راستش، به خدا این ضعف داره سمت راست. دیدی دارم میگم. از 15 امتیاز ضربه پنالتی 10 امتیاز میگیره. اولین ضربه کاشته سردار آزمون به سمت دروازه مانوئل نویر چقدر قشنگ زد. ضربه بعدی سردار آزمون به سمت دروازه بایر مونیخ اول فاز. ویدیو چک داره میگه اصلا گل نشد. ضربه آخر آزمون. آزمون جان آخرین ضربه تو ببینم که چیکار میکنی سردار جون. گل. از 30 امتیاز کاشته سردار آزمون 20 امتیاز میگیره. کریم باقری و علی دایی هم 30 امتیازن. یه برگردون گل کنه رکورد همه رو زده. پاس به سردار بالا میاره برگردون آزمون در ضربه دوم آزمون برگردون.
بیرون. صدر آزمونم سالم از برگردون بیرون نیومد و از 90 امتیاز 30 امتیاز میگیره. تا اینجا کار صدر آزمون علیدایی و کریم باقری هم امتیاز هستن، یعنی 30 امتیاز. و اینجا باید حتما یک بازیکن از کورنر گل بزنه و خودشو برنده کنه. جایزه طلایی برای همه بازیکنان. از سردار آزمون شروع میکنیم. 3 تا کورنر میتونه بزنه و اگر یکیش گل بشه 100 امتیاز داره. ضربه اول سردار آزمون روی دروازه. ضربه بعدی سردار آزمون روی دروازه ایمانوئل نویر میرزه. ضربه آخر سردار آزمون روی دروازه ایمانوئل نویر. افسانه‌ای ببینیم چه اتفاقی میفته. سردار آزمون حذف میشه. بازیکن بعدی که مجوز رو گرفت علیرضا جهانبخش. علیرضا جهانبخش مجوز انجام جایزه طلایی رو گرفته بود. این فرصتش رو استفاده میکنه یا نه؟ اوه خدای این گل بشه. علی جهانبخش خوب میدن ها. مکه دوریم چجوری اینا در آوردی؟ علی جهانبخش متاسفانه هست میشه. بازیکن بعدی که مجوز رو گرفته علی قلی‌زاده. مستر قلی‌زاده پاشی تو بده اولین ضربه شما دوستم دروازه ایمانوئل نویر بزنه. توی دروازه گل. گل زد. علی قلی‌زاده همینطوری که رموشاندوگلی از اینجا ضربه زد و اینجوری توپ رفت و گل. 100 امتیاز. و اگر دیگه کسی نتونه کورنر گل کنه، قلی‌زاده برنده بهترین بازیکن تاریخ ایران میشه. بازیکن بعدی مهدی طارمی. با این ضربه مهدی طارمی به سمت دروازه مانوئل نویر. ضربه مهدی طارمی ووش. ضربه آخر مهدی طارمی به سمت دروازه مانوئل نویر. مهدی داریم حس میشه. بازیکن بعدی که مجوز گرفته علی کریمی. آقا شما یه کاری کن، کاتو بیشتر بده ببینم چی میشه. گلچه بزن با دقت با دقت با دقت با دقت با دقت. متاسفانه علی کریمی از این رقابت ها حذف میشه. بازیکن بعدی که جواز رو گرفته علی دایی. یا ابوالفضل بزن. مگه داریم چجوری در آوردی اونو؟ یا ابوالفضل بابا خیلی داری خوب در میاری. دارین ضربه علی دایی به سمت دروازه مانوئل نویر. متاسفانه علی دایی از این رقابت ها حذف میشه. بازیکن آخر کریم باقری. احتمال اینکه کریم باقری گل کنه به نظر من هست. اولین ضربه آقا کریمه وش. دومین ضربه دومین ضربه کریم باقری به سمت دروازه مانوئل نویر. ضربه آخر کریم باقری روی دروازه مانوئل نویر زده شد و گل نمیشه. متاسفانه کریم باقری هم حذف میشه و برنده این دیدار و تاریخ ایران کسی نیست جز جایزه طلایی. بفرمایید خدمت شما آقای قلی‌زاده. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه. ممنون تا آخر ویدیو نگاه کردید. فعلا تا ویدیو بعدی.